متی فصل هفتم. دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. همانطور که شما دیگران را ملامت می کنید، خودتان نیز ملامت خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کار از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگ در چشم داری؟ ای منافق، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کار را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مبارک است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در برایتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در برایش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقت ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های پیامبران. از دروازه تنگ داخل شوید، زیرا دروازه که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دروازه که به زندگی منتهی می شود تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن هم کم هستند. از پیامبران دروغین احتیاط کنید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همین طور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند داخل پادشاهی آسمانی می شود، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقت آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا ولی تو نبودیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه واضحاً با آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ ساخت. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زور آور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن برای سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و با آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را برای ریگ ساخت. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زور آور گردید و آن خانه ویران شد و چه خرابی بزرگی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و قدرت به آنان تعلیم می داد.